حضرت رسول فرمود آیا میدونی اهل فضل چه کسانی هستن؟ همونهایی که روز قیامت وقتی داوری میشه بین افراد، داوری که تمام شد به فرمان حق صدا زده میشه، این اهل الفضل، اهل فضل کجا هستن؟ بیان تو یک پاداش ویژه، یک جایزه استثنائی به اونها داده شود، یک تاجی بر سر اونها گذاشته شود، اهل فضل کجا هستن؟ به صف می ایستن، از اونها میپرسن، اونهایی که اهل بهشتن، اونهایی که شب بیداری داشتن، روز روزداری داشتن، انفاق فی سبیل الله داشتن، اما مرتبه اونها یک مرتبه دیگریه. میپرسن شما چی کردید که به اون درجه نائل شدید؟ میگن کنا اذا ظلمنا عفونا و اذا اسیء الینا احسننا. ما اینطور بودیم، اگر به ما ظلم میشد عفو میکردیم، گذشت میکردیم، به خاطر خدا گذشت میکردیم، دنبال انتقام گرفتن و تلافی کردن نبودیم، چیره ای هم در دل نمیگرفتیم، و اگر به ما بدی میکردن ما خوبی میکردیم. خیلی زیباست، بدی ببینی اما خوبی در جوابش. قرآن به ما میگه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، میگه خوبی و بدی که با هم برابر نیستن، خوبی جایگاه دیگری داره، خوبی پاداش داره، خوبی بهترین نتیجه و عاقبت داره، بهترین ثمره داره. لا تستوی الحسنه ولا السیئه، اون هم خوبی کردن با بدکاران، بد کرده به تو، به تو فحاشی کرده تو میگی سلام علیکم، به تو لعنت فرد تو میگی سلام علیکم. بدی را، بدی سهل باشد جزا، جزای بدی کردم که این کار همه بچه این کوچیک هم اگر کسی بانه چیزی گوه چیزی میگه، سنگ پرتاب که سنگ پرتاب میکنه، میگه اگر مردی احسن الى من اصا، مردی در اینی که به کسی که به تو بدی کرد داره به خوبی بکنی، این هنر باید داشته باشیم، این اراده و خیشتنداری در ما باید تقویت بشه. تقوا در انسان این صفات والا رو تقویت میکنه.